خیالش باز شعری بر لبم بی اختیار آورد که اوصاف علی طبع مرا این گونه بار آورد. کلاف شعر دارم سالها کارم غزل بافیست، در این بازار آشفته علی تحسین کند کافیست. نوشتم شاعرش هستم عجب وهم و خیالاتی، نوشتم بی علی هیچم چه توضیح اضافاتی. نوشتم شمس دیدم گنبدش زیباتر از آن است، نوشتم کعبه با دیدم نجف بالاتر از آن است، به قرآن سر زدم دیدم علی گویاتر از آن است، نوشتم عرش دیدم مرتضی بالاتر از آن است، شبیه جبرئیل از درک این اوصاف در ماندم. 110 بار امشب قل هو الله احد خواندم، من از شوقش زمین خوردم ولی مولا بلندم کرد، همیشه یا علی گفتم علی از جا بلندم کرد. سر و سر مرا با او کسی جز او نمی داند، علی نادیده می بیند، علی ننوشته می خواند. چه بهتر از همین اول بگویم حرف آخر را، کسی از ابتدا تا انتها نشناخت حیدر را، کسی نشناخت حیدر را به غیر از مصطفی. وقتی گره زد دست خود را سخت در دست خدا، وقتی به چشم حاجیان شورم تماشا می رسید، آن روز کنار برکه دریا به دریا می رسید، آن روز نگاه نافذ احمد، نگاه نافذ احمد زمین را در تصرف داشت، زمان هم از نبی انگار دستور توقف داشت. نفس ها حبس شد در سینه ها، خوف و رجا افتاد، بدون هم همه زنگ شترها از صدا افتاد. زمین گرم صحرا از پریشانی سراسر بود، همه با خویش می گفتند آیا حج آخر بود؟ نبی فرمود بسم الله، ای ارض و سما بشنو، گواهی باش ای تاریخ پیغام مرا بشنو. دوباره صحبت از اسرار خلقت می کنم آری، ولی این مرتبه اتمام حجت می کنم آری. تفاوت در میان حق و باطل چیست معلوم است، بدون این خبر اسلام کامل نیست مفهوم است. نماند زحمت پیغمبران بیهوده ای مردم، نه این که حرف من باشد خدا فرموده ای مردم. نبی هم دوش مولا آسمان ها را هوایی کرد، خدا از شاهکار آفرینش رو نمایی کرد. نبی فریاد زد بر عالم و آدم مسلم شد، علی ابن ابی طالب ولی الله اعظم.